فیلم سرگروهبان با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1351. داستان راجع به حجت با بازی منوچهر وثوقه که همسرش رو به قتل میرسونه، به خرمشهر میره و به کمک مردی به نام رحمان قصد داره شبونه با قایقی از مرز آبی فرار کنه، اما مأموران اون رو تعقیب میکنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. همه شهر منتظرن که کوکو بیاد تا نامردی‌های جماعتی رو پاسخ بده. کوکو برمیگرده ولی دیگه اون آدم قدیم نیست. اون تبدیل به انسان آرومی شده و بعد از آزادی از زندان میخواد تو آرامش زندگی کنه. اما اتفاقایی میفته که ظرفیت آرامش کوکو به سر میاد. فیلم کوکو با بازی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1350. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا می‌کنیم. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقه مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. پدر ای پدر من او مادر من اونام خواهره آمد بخارتم خوش آمدی بخای قدمه سلام پدر مکرم جانکم سلام مادر سلام ببینم این دختره کیه
کردی؟ نامزدم من. نامزده؟ بله مادر، ما نامزد کردیم. سلام. فقط یکی آوردی؟ آه بله. چه خوشگی نه، موشالله مثل ماه میمانه. چه دختر خوشگی نه، میخوای بگیرمش؟ از همه یه عروسه خوشگی تنم. میخوای بگیریش؟ یعنی میخوای زنت بشه؟ آه بله، عجلم دارم. مبارکت باشه. مبارکت نامزدم من. نامزده؟ بله مادر، ما نامزد کردیم. سلام. فقط یکی آوردی؟ آه بله. چه خوشگی نه، موشالله مثل ماه میمانه. چه دختر خوشگی. میخوای بگیرمش؟ از همه یه عروسه خوشگی تنم. میخوای بگیریش؟ یعنی میخوای زنت بشه؟ آه بله، عجلم دارم. مبارکت باشم. برو دیگه مرتبه سرخون یال نبسن از هم برو دیگه برو دیگه برو دیگه خوشش باشه، ایشالا به سلامتی و خوشی از خودون به پا باشه. عجب زن قشن میگرفتم. فیلم سینمایی گنج قارون که تو سال 1344 ساخته شده، از این قراره که جوونی مرد ثروتمندی به اسم قارون رو که قصد خودکشی داره نجات میده و توی خونه خودش از اون نگهداری میکنه. جوون متوجه میشه که قارون پدرشه و اون سالها قبل به خاطر هوسبازیاش اون و مادرش رو رها کرده. پسر پدر رو از خودش میرونه، ولی قارون که پشیمون شده قصد داره دل پسرش رو به دست بیاره. بخشایی از فیلم گنج قارون رو با هم تماشا میکنیم. تضمین نمیتونه حتی یک شاهی وام بده، این برخلاف مقررات بانک. بله اینو میدونم، ولی چه تضمینی مهمتر از ثروت آقای زرپرست؟ تمام مستحقات اون جواز دختر شیرینه که با من ازدواج می‌کنه. آقای قارون موافقت کردن در صورت ارائه دادن قبال ازدواج با دختر آقای زرپرست به شما 1,000,000 تومان ما وام بدیم. اما ما شنیدیم که دختر اختیار داره. شیرین از عشق من بی‌تابه. اگه پدر و مادرش موافقت نکنن میترسم طفلک خودشو بکشه. در هر حال من با آقای قارون در این خصوص صحبت میکنم. آها، حاج با اون 1,000,000 تومان. همونطور که گفتم، چنانچه قبالگی ازدواج با دختر زرپرست رو ارائه بده بهش وام بدیم. چی؟ نه مهم نیست، بذارین با این ازدواج دو نفر خوشبخت شن. خوشبختی خیلی از اون بی‌نصیب موندم. حتی نشون دادن عقدنامه اون مبلغ رو بهش وام دیم.
فیلم علی کنکوری به کارگردانی مسعود اسداللهی توی سال 1352 ساخته شده. توی فیلم جلال فر طبق وصیت همسرش قصد داره فرزندش علی رو به دانشگاه بفرسته و وادارش کنه که تحصیل کنه. علی برای بار پنجم تو آزمون دانشگاه شرکت میکنه و به خاطر وخامت حالش اون از جلسه آزمون به تیمارستان میبرن. پزشک معالج اعلام میکنه که علی به دلیل کمبود محبت دچار عارضه روحی شده و جلال فر هم توصیه میکنه که برای علی زن بگیرن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. الو نشد دو ماست کدو بیا کشونه ها بزن بودت بگیم یه ما بفرمایی که برس خانه بفرمایی منو باشم بیا برس